اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره اسراء آیه 87. به نام خداوند بخشنده مهربان. مگر آنکه رحمت و لطف پروردگار بر تو مدد کند، که فضل و رحمت او بر تو بسیار است. بگو ای پیغمبر که اگر جن و انس متفق شوند که مانند این قرآن کتابی بیاورند، هرگز نتوانند، هرچند همه پشتیبان یکدیگر باشند. و همانا ما در این قرآن برای مردم هر گونه مثال روشن آوردیم تا مگر هدایت شوند، لیکن اکثر مردم به جز از کفر و عناد از هر چیز امتناع کردند. و گفتند ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد تا آنکه از زمین برای ما به اعجاز چشمه آبی بیرون آری، یا آنکه تو را باقی از خرما و انگور باشد که در میان آن باغ نهرهای آب جاری گردد. یا آنکه بنابر وعده تو آسمان بر سر ما فرو افتد. یا آنکه خدا را با فرشتگانش مقابل ما حاضر آری. تا ما آنها را به چشم ببینیم و تصدیق تو کنیم. یا آنکه خانه از زر و کاخی زرنگار دارا باشی. یا آنکه بر آسمان بالا روی و باز هم هرگز ایمان به آسمان رفتنت نیاوریم. تا آنکه بر ما کتابی نازل کنی که آن را قرائت کنیم و از آن یقین به رسالت تو بر ما حاصل شود. تو در پاسخ این تقاضاهای جاهلانه آنان بگو: خدا منزه است از آنکه من او یا فرشتگان او را حاضر سازم. آیا من فرد بشری بیشترم که از جانب خدا به رسالت آمدم؟ مردم را چیزی از هدایت و ایمان باز نداشت. وقتی که قرآن آمد جز این خیال باطل که گفتند: آیا خدا بشری را هرگز به رسالت فرستاده است؟ ای پیغمبر، بگو اگر فرشتگان را در زمین مسکن و قرارگاه بودی، ما همه فرشته را از آسمان به رسالت بر آنها می فرستادیم که رسول باید از جنس امت باشد، وگرنه حجت و معجزش پذیرفته نشود.
ای پیغمبر، پس از اتمام حجت به امت بگو: خدا شاهد میان من و شما کافی است که او به احوال بندگانش آگاه و بصیر است. هر که را خدا راهنمایی کند، آن کس به حقیقت هدایت یافته، و هر که را گمراه کند، یعنی به گمراهی واگذارد، دیگر جز خدا هیچ راهنما و دوست و نگهبانی بر او نخواهی یافت. و چون روز قیامت شود بر صور کور و گنگ و کر محشورشان خواهیم کرد و به دوزخ مسکن کنند، که هرگه آن دوزخ آتشش خاموش شود، باز شدیدتر و سوزان و فروزان می کنیم. این است کیفر آن کافران چون به آیات ما کافر شدند و گفتند: آیا پس از آن که ما استخوانی پوسیده شویم، از نو باز برانگیخته می شویم؟ آیا این منکران معاد ندیدند و ندانستند که آن خدایی که زمین و آسمان ها را آفرید قادر است که مانند اینها را باز خلق کند و بر آنها وقت روز موعدی که بیشک خواهد آمد مقرر گرداند؟ ستمکاران جز راه کفر و عناد نپیمودند. ای رسول ما، بگو که شما اگر دارای گنجهای رحمت بی انتهای خدا شوید، باز هم از ترس فقر و خوف درویشی بخل از انفاق خواهید کرد، که انسان طبعا بسیار ممسک و بخیل است. و ما به موسی 9 آیت روشن و معجز آشکار عطا کردیم، این حکایت را از بنی اسرائیل سوال کن که موسی بر آنها آمد. پس فرعون گفت: ای موسی، من تو را ساحر و سحر آموز میپندارم. موسی به فرعون پاسخ داد که تو خود کاملا دانسته ای که این آیات را برای هدایت خلق جز خدای آسمان و زمین نفرستاده، و من ای فرعون تو را شخصی جاهل و لایق هلاک میپندارم. آنگاه فرعون اراده آن کرد که موسی و قومش را از زمین مصر براندازد. ما هم او و هم دستانش را تمام به دریا غرق کردیم. و بعد از آن بنی اسرائیل را فرمان دادیم
که در آن سرزمین ساکن شوید، تا از آن پس که وعده آخرت فرارسد همه شما را باز جمعاً مبعوث گردانیم. و ما این آیات قرآن عظیم را به حق فرستادیم و برای اقامه حق و راستی نازل شد و نفرستادیم تو را جز برای آنکه مؤمنان را بشارت به رحمت دهی و کافران را از عذاب الهی بترسانی و قرآنی را جز بر تو فرستادیم که تو نیز برای امت به تدریج قرائت کنی. این قرآن کتابی از تنزیلات بزرگ ماست، بگو که شما به این کتاب ایمان بیاورید یا نیاورید مرا یکسان است. که البته آنها که پیش از این به مقام علم و دانش رسیدند، هرگاه این آیات برایشان تلاوت شود همه با کمال خضوع و فروتنی سر طاعت بر حکم آن فرود آیند و گویند پروردگار ما پاک و منزه است. سجده واجبه در اینجا باید انجام بدید. البته وعده خدای ما محققا واقع خواهد شد آنها با چشم گریان همه سر به خاک عبودیت نهاده و پیوسته بر خوف و ترسشان از خدا می افزاید. ببخشید 109 آیه سجده است، سجده واجب است. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم که خدا را به اسم الله یا به اسم رحمان، به هر اسمی بخوانید، اسماء نیکو همه مخصوص اوست. زیرا اوصاف جمال و جلال حضرتش بیشمار است و تو در نماز نه صدا را بسیار بلند و نه بسیار آهسته گردان، بلکه حد توسط را اختیار کن. و بگو ستایش مخصوص خداست که نه هرگز فرزندی و نه شریکی در ملکش برگرفته و بگو ستایش مخصوص خداست که نه هرگز فرزندی و نه شریکی در ملکش برگرفته و نه هرگز عزت و اقتدار بی انتهای او را نقصی رسد که به دوست و مددکاری نیازمند شود و پیوسته ذات الهی را به بزرگترین اوصاف کمال ستایش کن. و پیوسته ذات الهی را به بزرگترین
اوصاف کمال ستایش کن.